درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه این هفته. آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. در این سلسله برنامه ها ما هر آن چیزی که درباره فرهنگ و تاریخ و تمدن حوزه بزرگ تاریخ و تمدن ایران هست رو بررسی میکنیم و یک سری از اشتباهات رایج رو در چندین هفته اخیر درباره آیین زرتشت، باورهای زرتشتی با هم در میون گذاشتیم و امروز میخوایم درباره یک بخش دیگر از اشتباهات رایج درباره موبدان زرتشتی گفتگو کنیم و اینکه چگونه ریشه گرفته این اشتباهات، از کجا آمده و اونها رو برای بسیاری از بینندگانی که ممکنه کمتر در این باره بدونن درست کنیم. مهمان امروز برنامه من جناب آقای دکتر شهرستانی هستند از سیدنی استرالیا که در یک سری از این برنامه ها با من شرکت داشتند. امروز با ایشون گفتگو میکنیم. درود بر شما آقای دکتر شهرستانی. درودی داشته باشید با بینندگان تا وارد جستار امروز بشیم. با درود به فروهر پاک زرتشت بزرگوار، نخستین آموزگار راستی و نیکی در جهان که با خردمندی و دانایی خودش قوانینی رو برای شناخت مردم از هستی و آفریننده در واقع دریافت و دریافت علمی ترین راه نجات بشر از این همه جهل و خرافات که در جهان اون روز حاکم بود به هدایت نیاکان ما برخاست و همچنین با پیشکش بهترین درودها به روان و فربهر موبدان و بخردانی که در درازای تاریخ پر از گرفتاری ایران از کیان ایران و آیین ایرانیان پاسداری کردند و همچنین درود می‌فرستم به شما بانو آرتمیس گرامی و همه بینندگان ورجاوند برنامه زرتشت. بسیار شادمان و خرسندم که در این برنامه با شما و در کنار هممیهنان خوبم و فرهیخته‌ام در سرزمین اهورایی من ایران هستم. سپاسگزارم از شما جناب شهرستانی. امروز ما برای اینکه ببینیم اصلا چه اشتباهاتی در مورد موبدان رواج داده شده، باید از نخست از این آغاز کنیم که ببینیم موبد کیست. برای اینکه ما ببینیم موبد چه کسی هست، معمولا باید نوشته هایی که خود موبدان نوشتن رو بخونیم یا آن چیزی که در نوشته های مستند مثل اندرزنامه ها و نسک های گوناگون بازمانده از دوران ساسانیان هست رو جستجو بکنیم. به خاطر دروغ هایی که درباره این افراد ارزشمند جامعه ایرانی گفته شده و به خاطر ویران کردن چهره نیک و راستین این گروه، این گروه با بیمهری بسیاری مواجه شدن و شمار موبدان امروزه بسیار اندک شده. در نوشته ها مانند اندرس هایی که موبد آذرباد امیدان داده یا در آذرباد مارسپندان میخونیم، در دوران پادشاهی اشکانیان که 7 خاندان پادشاهی کردن، حتی یک دونه از اونها رو ما موبد ندیدیم. برای چی؟ برای این که ما موبدی رو در رول یا در نقش فرمان روا یا شاه در تمام تاریخ ایران نمی‌بینیم. بیشتر خاندان‌های فرمان روایی معمولاً از اشکانیان بودند و سپس از ساسانیان و هرگز در این بین حتی ارتش هم در دست خانواده بیشتر در دست خانواده سورن پهلف بود که از خاندان‌های سکه یا سیستانی بودند و تاگاور یا آورندگان تاج برای شاهان نو در دوران اشکانی و سپس در دوران ساسانی بودند. اون چیزی که ما میبینیم از موبدان در کار آموزش فرزندان ایرانی برای راستگویی، راستکرداری و برای اینکه لغزش نیابند، برای آموزش دانش و علوم آن دوران، برای برگزاری جشن‌های ایرانی انجام وظیفه می‌کردند و در واقع موبدان نوعی آموزگاران خردمندی بودند که کار دانش، ارائه دانش، پژوهش‌های گوناگون و انتقال این آموزش‌ها رو به نسل‌های گوناگون ایرانی و همچنین در مقام مشاوره یا رایزنی در قسمت‌های مختلف
ایران چه در قسمت‌ها و بخش‌های مختلف کشور بزرگ ایران، سراسر ایران و چه در دیوان سالاری یا در قسمت‌های مختلفی از قسمت‌های اداره کشور کار رایزنی یا مشاوره رو بر عهده داشتن و همواره ارزش و احترام بسیار زیادی داشتن. و علاوه بر این که شما می‌بینید در مثلا به عنوان وزیر جشن‌ها انتخاب می‌کردن موبدان رو، در خرمباش ها، در هنگام نوروز، در جشن های سده، در چله ها و گاهنبار ها نقش بسیار پررنگ موبدان رو می دیدید که آیین های ملی ایرانیان رو زنده نگه می داشتن و برگزار می کردن و خان های گوناگون رو می چیدن و گاد ها می خواندن و آیین زندگی، زادروس ها و مانند اینها رو در سراسر ایران برگزار می کردن. بنابراین آنچه که ما از نقش یک موبد در ایران در تمام دورانی که ما موبدان رو داشتیم میبینیم، نقش آموزش، پرورش و رایزنی است. بیشتر سخنرانی ها و نسک ها یا به اصطلاح کتاب های بازمانده از موبدان در همین موضوعاتی است که ما برای شما الان اینجا گفتیم. و تنها فرض بکنید که سپهبدی که از موبدان ما در تاریخ ایران داریم، سپهبد سیاوخش رازی است، یا سیاوش، همون چیزی که بهش میگن سیاوش، سیاوخش رازی است که فرمانده لشکر میانه ایرانه که از خاندان اسفندیار بوده که اشکانی هم هست اون هم. و باز موبدی نمیبینید که فرمان روایی ارتش رو داشته یا فرمانده لشکر حتی بوده یا استاندار بوده یا شاه بوده یا در چنین پست‌های گوناگونی. حالا من اینجا باز از جناب آقای دکتر شهرستانی هم میخوام ببینم که نظر خود ایشون چیست. آیا به نظر شما موبدان دغدغه فرمان روایی و حکومت رو به دست گرفتن و یا شاه شدن در ایران رو هرگز شما در جایی از تاریخ ایران دیدید و سندی وجود داره؟ عرضم به حضورتون که ما باید نخست واژه موبد رو باز بکنیم. واژه موبد از همون مگوپر در اوستا گرفته شده که به دانا و خردمند تلقی میشده. نیاکانمون کسانی رو که بیشتر از دیگران دانش‌های گوناگون علمی، فرهنگی یا صنعتی در طول زندگی خودشون به دست می آوردن و نظر اون خرد پیشگان در واقع فرا می گرفتند رو با آموزه های خود راه نمایی می کردند و مردم رو در واقع به سوی دانایی و خرد هدایت می کردند. به اینها مگوپتان یا دانایان می گفتند. برخی از این دانایان که افراد آگاهی در زمینه آیین ایرانیان بودند، اونها رو به عنوان پیشوایان پیش خود انتخاب می کردند، ازشون نام می آوردند و برخی دیگر که ویژگی های گوناگونی هم داشتند، فرد آگاه و دانا و فرهیخته بودند، پارسا بودند، نیکندیش بودند، خوشگفتار بودند، کردارشون درست بود و با علوم و صنایع آشنایی داشتند و اغلب هم میبینیم که با ساده زیستی در واقع زندگی داشتن میکردن. هیچ کدوم اینها ما در طول دوران زندگیشون زندگی اشرافی در اونها نمیبینیم، در حالی که در کنار خاندان‌های پادشاهی هم زندگی می‌کردن. شاهنشاهان ایران به ویژه شاهان ساسانی که در واقع یک پارچگی کشور رو بهش دامن زده بودند، در دوران پرشکوه حکمرانیشون در واقع بر اون شدن تا از این دانایان در دولت و پادشاهی‌های خود به شوند علمی که داشتن بهره‌مند بشن. شاید یکی از دلایل شکوفایی اون زمان، چون به راستی برخلاف اون چه که تلاش کردند که دوران ساسانی رو یک دوران در واقع بد در پادشاهی ایران جلوه بدن، یکی از شکوفاترین دوره های پادشاهی همین دوران ساسانی بوده، علارغم فراز و نشیب هایی که داشته. به هر شکل در اون دوران ما میبینیم که اینها نقش‌های ویژه‌ای در حکومت داشتند که این نقش‌ها هیچ ربطی به این که بگن اونها به خاطر این آلودگیشون به مسائل حکومتی و دنیوی و آلودگیشون برای کسب قدرت موجب بشه که هممیهنانمون رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. اینها داستان‌هایی که بعدها ساخته شده. موبدان در واقع همون پیشوایان
ادیان هم میتونن باشن، اما بین ادیان، بین هر دینی با دین دیگری متفاوته. یعنی شما نمیتونید یک موبد رو بیارید با یک ملای امروزی بخواید مورد قیاس قرار بدید، بعد دریچه ای که اون ملا امروز داره خودش رو نشون بده، موبد رو در واقع ارزیابی بکنید. اینها هیچ وقت مدعی این نبودن و هنوز هم نیستن که نوعی واسطه به اصطلاح و رابطه بین مرتو یعنی انسان و آفریدگار باشن. اینها در واقع با خردشون انسان ها، همون خردی رو که از زرتشت آموزش گرفتن و از او آموختن، تلاش میکردن که مردم رو در راه راست و راستی هدایت بکنن و بهترین ها رو برای سرزمینشون بخوان. ما هیچ موبدی رو نداریم در طول تاریخ، حتی همین هایی که مخالفن گفته باشن که این موبد خیانت کرد به سرزمین، خیانت اونها رو ما نداریم. که البته این سخن من هیچ ربطی به دوره پس از اسلام نداره، من به مسائل پیش از ورود تازیان به ایران الان میخوام سخن بگم، ممکنه در بعد از ورود تازیان مسائلی باشه که شاید بخوام به اون بعدن بپردازیم. اون چیزی که ما جناب شهرستانی میبینیم اینه که موبدان میهن پرستی و ایرانی بودن و مسئولیت نگهداری از ایران و هستی رو در واقع به فرزندان ایران زمین آموزش دادن. از این روی هم هست که اون چیزی که شما از خدای‌نامه ها بازمونده که میبینید فردوسی به شعر یا چامه در آورده و در شاهنامه میسرایه، میگه که چنین دارم از موبد پاک یاد، چو ایران نباشد تن من مباد. این نشون میده که آموزه موبد میگه از موبد پاک این رو به یاد دارم که چو ایران نباشد تن من مباد. یعنی هرگز چنین چیزی نمیبینید که موبدان تلاشی در راه نابودی ایران کرده باشن، یا موبدان مثلا ببینید که دغدغه‌ای داشتن برای اینکه شاهی رو سرنگون کنن، خودشون بر حکومت بشینن، یا مستقیم و غیر مستقیم بخوان کشور رو به سویی ببرن که برخلاف منافع کشور باشه و برخلاف منافع ملی باشه. به جز میهندوستی و سرفرازی ایران چیزی از موبدان باز نمونده. در پایان شاهنامه ما میخونیم که موبدان که میان برای ارتش ساسانی سخنرانی میکنن و از اونا میخوان که باید برای ایران جانفشانی کنن و از نماد شاهنشاهی ایران پدافند کنن و در واقع از گرد رو نکشن و صدمه بهش نزنن تا آخرین لحظه، این رو سفارش میکنن، ولی متاسفانه گوش شنوایی نیست و ما میبینیم که سپهبد ماهوی سوری تلاش میکنه که یزگرد رو نابود بکنه و سرنگون بکنه و میاد و به دست آسیابان رو وادار میکنه، میگه که اگر که کشتی یزگرد رو که کشتی، اگر نه خودت رو از بین میبریم و خانوادت رو، و همین میشه که آغازیست و پایان بزرگی ایران که ما میبینیم که یزگرد به دست ماهوی سوری کشته میشه، یعنی در واقع به دست آسیابان کشته میشه با تحریک به اصطلاح یا با اجبار ماهوی سوری، و جسدش رو در رودخانه میندازن و به شاهنشاهی ایران توهین میکنن، و از همون جام هست که میبینید ایران به سوی نشیب و فرو افتادن به دست تازیان پیش میره. نکته بعدی که ما میخوایم دربارش از باورهای دروغی که درباره موبدان هست اینجا صحبت بکنیم اینه که میگن موبدان در واقع در کار سیاست ایران دخالت میکردن. ما باز هم میخواییم بگیم که به جز موبد کرتیر رو که ما داریم که در سیاست دستی داشته و ازش گفته هایی هست و به اصطلاح آثاری باقی مونده، موبدان رو هرگز در جای نمیبینید که دخالت بکنن در کشورداری، مالیات گرفتن، کم و زیاد کردن بودجه کشور، سفارش کردن به جنگ یا صلح یا مثلا مانند اینها وجود نداره. موبدان در واقع در کار سیاست و گیتی آرای شاهان دخالت نمیکردن و فشار و آسیبی به مردم ایران زمین یا سرزمین های دیگه هیچ وقت ازشون نمیبینیم سندی وجود داشته باشه که انجام
داده باشن. در واقع بیشتر به نظر میسه که موبدان ستون نگهداری کشور ایران بودن. اینو کریستیانسن هم میگه که دهقانان و موبدان ستونهای نگهدار کشور بودن. حالا چرا چنین چیزی بوده؟ چون دهقانان در آن روز طبقات زمیندار ثروتمند در ایران بودن که همزمان تحصیل کرده ها و افراد اهل اندیشه و خواندن و دانش اندوزی هم بودن. ما میبینیم که خود فردوسی بزرگ از دهقانان و دهقانزادگان بوده که میبینید با فرهنگ با ادب و تاریخی کشور سر و کار داشته و اهل چام سرایی بوده و حتی میبینیم که خب خدای نامه رو به زبان پهلوی میخونه و اونو به چامه در میاره. موبدان هم همین گونه ستون کشور بودن و گسترش راستی و درستی میدادن در واقع در ایران و ایرانی زیستن رو آموزش میدادن. برخلاف موبدان، سیاست بازان معمولا کسان دیگری بودن که اندیشه های غیر ایرانی داشتن که میامدن و مردم شاید اینها رو اشتباه گرفتن با موبدان، مانند کسی مانند مزدک که در ایران هنگامی که پدید میاد و آغاز میکنه به ایجاد آشفتگی و شورش و نادرستی، در واقع اندیشه و رفتار یا باورهای اشتراکی رو میاره و میشه به نوعی گفت که مزدک شاید نخستین کسی است که باورهای کمونیستی رو در واقع در جهان، این که کمیون به صورت دست جمعی همه باید زندگی کنن و هرچی که دیگران دارن رو باید بگیرن و به اشتراکی استفاده بکنن و ایران رو به هرج و مرج رسوندن و حتی به جای رسید کار مزدک که گفت به انبارها و ثروت زمینداران و ثروتمندان دست درازی کنید و غارت و چپاول کنید و حتی این اندیشه ناپاک و غیر اخلاقی رو هم ایجاد کرد که زنان رو هم باید اشتراکی استفاده کرد و حتی خودش رو خدای کوچک هم نامید. در واقع این مزدک و افرادی مانند اینها بودن که شاید بیشتر در سیاست دخالت میکردن و ایران ستیز هم خیلی هاشون بودن، مانند مثلا فرض کنید مانی حتی که میاد و یه ایجاد هرج و مرج میکنه و یک داستانهای خود این مانی علیه موبدان میسازه. بنابراین شاید ما بتونیم بگیم که دخالت هایی که اون گونه دخالت در سیاست که من شما گفتم که میبینید به اصطلاح به کشورداری و مالیات و جنگ و صلح و از این برنامه ها، ما واقعا نمیبینیم که موبدان آستین بالا زده باشن و وارد عرصه سیاسی کشور شاید شده باشن. حالا نظر جناب دکتر شهرستانی رو هم در اینجا میشنویم. خواهش میکنم جناب شهرستانی. من تصویر شما رو ندارم. آها الان دارم، بله بفرمایید، خواهش میکنم جناب شهرستانی، شما صدای منو دارید؟ عرضم به حضورتون که در ایران باستان بفرمایید. در ایران باستان موبدان میشه گفت که همواره یکی از بفرمایید قربان، ما صدای شما رو داریم. ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. بفرمایید که دارید الان صدا و تصویر رو؟ بله صدای شما رو داریم، بفرمایید. بله. عرضم این بود که در ایران باستان ما میبینیم که موبدان همواره یکی از اون مراتب برجسته جامعه به شمار میومد. بله. در ایران باستان عرض میکردم که موبدان همواره یکی از اون مراتب برجسته جامعه رو به عهده داشتن که در بطن جامعه یک نفوذ خردمندانه ای داشتن. این امر در واقع به خوبی ما میبینیم در مشهورترین حماسه ملی ایران یعنی شاهنامه فردوسی به طور کلی یافت میشه و به حدی دارای اهمیت از اون یاد شده که با بررسی نقش جایگاه موبدان در شاهنامه میتونیم به چگونگی ارتباط کیش و حکومت رو در ایران و باستان ببینیم و مرزبندی بکنیم و به درستی به ما می آموزه شاهنامه که خیشکاری موبدان چگونه بوده و منحصر به اجرای مناسک آیینی و روایات و نمیدونم داستان ها و اینها نیست. اینها در واقع در طبقات گوناگون کشور در اداره کشور سهم داشتند، اما سهمی که برای خودشون قائل بودن سهمی رو که در واقع پادشاهان و وزرا و سران کشور در واقع به اینها میدادن به خاطر داناییشون و به خاطر علمشون و به خاطر اون گستردگی معنویتی که در زندگی اونها بود
و درستکاریشون. ما در بیت‌های شاهنامه بسیاری از این مسائل رو می‌بینیم و اشاره می‌کنه. من اگر بخوام نمونه بگم که در نمونه می‌تونیم بگیم که هم شاه و هم موبد و هم ردی مگر بر زمین فره ایزدی. ببینید اینجا فردوسی داره اینها رو تا نزدیک به فره ایزدی می‌بره، یا اشاره می‌کنه در جای دیگه اشاره می‌کنه که هر آن کس که از دانش آگاه بود ز گویندگان بر در شاه بود. رد و موبد و بخردان ارجمند، به دانش بدندیش ترسان ز بیم گزند. یعنی ببینید بدندیشان بودند که از اونها در واقع مورد گزند واقع می شدن. امروز هم اگر شما می بینید که کسی در مورد اینها داره به گونه دیگه سخن میگه، ناروا و نادرست سخن میگه، در واقع همون بدندیشانی هستن نسبت به سرزمینمون که نمیتونن ویژگی های یک ایرانی رو و ویژگی های یک آیین ایرانی رو در شرایطی که میخوان خودشون رو برتر نشون بدن ببینن. و فردوسی داره که من حالا در گفتارمون ممکنه بیشتر به این اشاره بکنم. خیلی سپاسگزارم. یکی از نکات دیگه‌ای که درباره موبدان گفته میشه اینه که میگن خسرو پرویز رو موبدان از پادشاهی برکنار کردن، بنابراین موبدان دخالت داشتن در کشور. نه، میخوام اینو بگیم که بر اساس اسناد به جا مونده چنین چیزی نیست. در واقع خسرو پرویز به خاطر اینکه از نظر پادشاهی کوتاهی‌های کرده بود، با 5 مورد اتهام به دادگاه کشانده شد که قاضی اون دادگاه مردان شاه اتفاقا از بستگان خود شاهنشاه هم بود که داوری دادگاه یا قضاوت دادگاه رو به عهده داشت و کسی که در تمام این دادگاه خسرو پرویز تنها موبدی که وجود داشت دادستان بود در واقع، که اون هم تمام این اسناد دادگاه خسرو پرویز در واقع وجود داره. شما ببینید چه کشور ایران بوده که شاهش رو اگر خطا و خطی میکرد یا کوتاهی میکرد از نظر پادشاهی میتونستن به دادگاه بکشونن. ببینید چه کشوری با چه سیستم نیرومندی از دادگستری وجود داشته. و در واقع دادگاه خسرو پرویز همه سخنانش، دفاعیات خود شاه، همه گفتگوهای بین قاضی و خسرو پرویز، دادستان و بقیه، همه اینها ثبته و خلاف این ادعاها رو نشون میده که موبدی اومده باشه خسرو پرویز از شاهی برکنار کرده باشه. حتی کریستیانسن در این باره گفته که دادگاه رو مردان شاه و تعدادی از سران ارتش که از اشکانیان بودند برگزار کردند و هیچ موبدی در دستگیری خسرو پرویز نقش نداشته. و حتی ما همیشه میبینیم که خود شاهان ساسانی با اینکه خودشون هم بار زرتشتی بودند، اما هرگز اندیشه زرتشتی رو در کار کشورداری دخالت نمیدادن. یعنی این گونه نبوده که با اینکه ایران یک کشور زرتشتی با باور و آیین زرتشتی بوده، این باشه که ما مثلا بگیم که پس بقیه افراد غیر زرتشتی در این کشور حقوقی ندارن و حقوق دیگران زیر پا گذاشته میشد و اونا نقشی در کنترل کشور نداشته باشن، کسانی که زرتشتی نیستن، و چنین مسائلی در ایران اصلا وجود نداشته. موبدان نه در نشوندن و برداشتن شاهان هرگز نقشی داشتن و نه اینکه می اومدن در دخالتی میکردن در اموری که شاید درش آگاهی نداشتن. این که ما میگیم در دادگاه خسرو پرویز موبدی در جایگاه دادستان وجود داشته، به خاطر این بود که ما اگر یادتون باشه گفتیم موبدان فقط افرادی نبودن که مشغول کار دینی باشن. موبدان افرادی بودن، اول دانش آموخته، که هر کدوم در یک تخصص ویژه‌ای کار و تلاش و زندگیشون اداره می شده. یک کسی ممکن بوده که نمیدونم مثلا در کار ساخت و ساز و معماری تخصص داشته، یکی در ستاره شناسی، یکی ممکن بوده در امور دینی و مسائل این چنینی. اما این نکته خیلی مهمه که ما بدونیم، با اینکه همواره ما این موبدان رو در قسمت‌های گوناگون متخصص می‌بینیم، ممکن بوده که یک موبد هم در کار مثلا قضاوت دیده شده باشه یا در کار دادستانی دیده شده باشه یا امثال اینها، چرا که موبدان در سیستم دادگستری حضور قدرت
مانندی داشتن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه درباره اموری که مربوط می‌شده به امور دینی اون مردم بتونن نظر صحیح هم بدن و کار به اصطلاح رایزنی خودشون هم انجام بدن. و ما می‌بینیم که در سیستم دادگستری اگر که مثلا دعوای بین افراد بوده، ارث، مسائل این چنینی که باید با باورهای زرتشتی انجام می‌شده، به اصطلاح احکام یا فقه آیین زرتشتی بوده، تخصص موبدان هم در این باره بوده و در اون موارد شما موبدان رو بسیار حضورشون رو پررنگ میبینید. ما میریم یک میان برنامه میبینیم، باز میگردیم، ادامه این جستار رو با جناب دکتر شهرستانی خواهیم داد.